با روح الله تحلیلگر مسائل سیاسی از ترکیه همراه هستیم آقای رحیمپور در صحبتهای مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی پزشکیان برای وزارت علوم چه نکات قابل توجه و مهمی به باور شما مطرح شد درود بر شما و بینندگان محترم عمده موافقان آقای صراف آقای سیمایی صراف مسئله تحصیلات ایشون در علوم انسانی رو مورد توجه قرار دادند خب دست کم در دو سه گذشته سابقه نداشته که کسی که به سکاندار وزارت علوم قرار هست بشه تحصیل کرده علوم انسانی باشه و این رو به, به عنوان ای برای ارزش دادن و بها دادن به علوم انسانی در کشور قلمداد کردن البته هیچ کسی اشاره نمیکرد که سیاست علمی که در سیاست آموزش عالی که در جمهوری اسلامی داره دنبال میشه اسلامی کردن علوم انسانی هست و آیا سیمایی قرار هست که این رویه رو پیش ببره یا علوم انسانی رو در ریل اصلی خودش قرار بده همینطور حضورش رو در بخشهایی از وزارت علوم و دبیری هیئت دولت در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم رو به عنوان هایی از صلاحیتش برای حضور در کابینه عنوان می‌کردند. در مقابل مخالفان م م م یک مسئله کلی مثل بقیه وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم مطرح میکردن در خصوص برنامه های ایشون که برنامه های ایشون هم مثل سایر وزرا برنامه ای کلی بود فاقد زمانبندی، فاقد اولویت بندی و این رو به عنوان نقطه ضعف در برنامه های آقای صراف عنوان میکردن همین نماینده کرج که شما بخشهایی از صحبتهای ایشون رو پخش کردید در یک بخشی از صحبتهاش نکته به نکته به نظر من مهمی اشاره کرد اینکه سهم پایان نامه های تقاضا محور در مجموع پایان نامه های دانشگاه کشور یک و نیم درصده این, این آمار بسیار ناامید کننده و نگران کننده ای محسوب میشه البته گویا در برنامه هفتم توسعه قرار هست که یعنی بر چشمندازی که ایجاد شده این هست که تا به 20 درصد افزایش پیدا کنه ولی به صورت واضحی مشخصی که در مجامع اقتصادی صنعتی و, دست و به صورت عمومی دستگاه های اجرایی کشور توجهی به پژوهش های علمی در سطح پایان نامه های ارشد و دکترای دانشگاه ها نیست و تقاضایی بابت این ارائه نشده که سهم اون این گونه از پایان نامه به یکونیم درصد در سطح نهایتاً به یکونیم درصد رسیده این مسئله به موضوع توجه این نماینده مجلس هم بود البته سایر نمایندگان هم در خصوص موضوع بحران اشتغال تحصیل کردگان دانشگاه ها اشاره هایی داشتند و عدم وجود چشمانداز در برنامه آقای سیمایی رو مورد نقد قرار دادن و البته فقدان سوابق علمی و مدیریتی هم یکی از موضوعات اساسی در نگاه مخالفان آقای سیمایی بود آقای رحیم کارنامه گزینه پیشنهادی پزشکیان برای وزارت کشور یک وزارتخانه بسیار کلیدی در حال بررسی است تا اینجا ای کار چه نکاتی مطرح شده چقدر اسکندر مومنی در فضای پس از خیزش زن زندگی آزادی میتونه به مطالبات جامعه پاسخ بده حالا همین الان که ما داریم صحبت می برنامه بررسی برنامه ها و صلاحیت اسکندر مومنی در حال انجام هست البته فعلا در واقع کمیسیون های امور داخلی مجلس و امنیت ملی نتیجه بررسی خودشون رو اعلام کردند و گفتند که ما در واقع ایشون رو صالح میدونیم برای وزارت کشور سرایتش رو تایید کردن نمایندگان موافق و مخالف در حال صحبت کردن خواهند بود در حال حاضر این رو هم میدونیم که اسکندر مومنی یکی از نیروهای سیاسی نزدیک به قالیباف رئیس مجلس هست و بسیاری از تحلیلگران و کنشگران سیاسی حضور اسکندر مومنی در کابینه پزشکیان رو به عنوان یکی از نشانه های معامله و سهمدهی پزشکیان به قالیباف عنوان کردند آقای مؤمنی از جمله طراحان از جمله طراحان و مدافعان طرح نور هست که همواره در موردش به صحبت های مشخصی در دفاع از طرح نور مطرح کرده شهروندان ایران مرتباً در یعنی خانوم ها با زنان ایرانی در خودروهای خودشون جریمه بیهجابی رو تجربه کردند و میکنن این جریمه بیهجابی از جمله ابتکارات آقای مؤمنی بوده در پلیس راهور همون پلیس راهنمایی رانندگی که در استمرار طرح نور اتفاق افتاده و بسیاری از شهروندان رو ناراضی کرده نسبت به این نسبت به این رویه البته در سوابق ایشون مسئله پلیس 110 هم وجود داره صحبت های چند روز پیش فرمانده پلیس رادان در خصوص ادامه فعالیت گشت ارشاد به نظر میرسه یک هماهنگی رو میتونه نشون بده در خصوص اینکه وزارت کشور همون رویه خودش رو در جهت سرکوب جنبش های اجتماعی به ویژه جنبش،, جنبش زنان و مقابله با پوشش اختیاری در دولت چهارده هم, هم ادامه خواهد داد بسیار سپاسگزارم از شما روح الله پور تحلیلگر مسائل سیاسی از ترکیه با ما